در مورد حضور سربازان کره شمالی در جنگ اوکراین با توماج تاهباز خبرنگارمون در سئول همراه میشیم. توماج، اعزام این سربازا سر و صدای زیادی به پا کرده. چرا حساسیت زیادی در مورد اعزام اونها در جای مثلا مثل کره جنوبی وجود داره؟ از چند جهت مسئله اعزام سربازهای کره شمالی اینجا در سئول و در کره جنوبی حساسیت برانگیزه. اول اینکه از منظر اجتماعی یک چیز خیلی مهم، بر اساس چیزی که من این روزا خیلی از شهروندان کره شنیدم اینه که مردم اینجا حالا جنگ رو خیلی نزدیک به خودشون احساس میکنن، چیزی که معمولا سابقه نداشته. حضور سربازهای کره شمالی در جبهه‌های اوکراین و وضعیت آشوب زده مثلا در خاورمیانه، اینها همه تاثیر روانی مشخصی روی بخشی از شهروندان کره جنوبی گذاشته و این رو به وضوح میشه دید. بعد حضور احتمالی نیروهای ویژه و ژنرال‌های نخبه ارتش کره شمالی در جبهه‌های نبرد. ارتش کره شمالی ارتش عموماً عقب افتاده از فناوری‌های جدیده. نیروی هوایی که در جنگ مدرن دست بالا رو داره عملاً ده‌ها ساله که به روز نشده. با در نظر گرفتن نیروی هوایی بسیار پیشرفته کره جنوبی، کره شمالی بسیار عقبه. با این حال کره شمالی صاحب نیروهای ویژه‌ای هست که اینا سربازهای نخبه به شمار میان. فارغ از همه سربازانی که احتمالاً در یک جنگ احتمالی به عنوان موج انسانی حساب خواهند شد، این نیروهای ویژه توجه زیادی رو به خودشون جلب میکنن، به خصوص در کره جنوبی. حضور اونها در جبهه‌های جنگ و تجربه واقعی در میدان نبرد میتونه به کار پیونگیانگ بیاد. این نیروها میتونن دست به عملیاتی بزنن که خب پیامدهای روانی و تبلیغاتی زیادی برای کره شمالی خواهد داشت. حضور نیروهای ویژه جمهوری اسلامی در جنگ‌های منطقه‌ای رو میشه به عنوان مثال گفت، در سوریه، لبنان و جاهای دیگه. بعد دستیابی احتمالی به فناوری مدرن، مشخصا پهپادها و سلاح‌های جنگ مدرن که در نبردهای جبهه به جبهه به کار خواهد اومد، چیزی که اگه بین کره جنوبی و کره شمالی جنگی بشه قطعاً به کار خواهد اومد. به خصوص مسائل دستیابی به پهپادها این روزا خیلی مطرحه، طوری که یکی از فرماندهان سابق نیروهای آمریکایی در کره جنوبی، من می‌دیدم که دیروز اگه اشتباه نکنم مصاحبه کرده بود، که گفته بود دلیل اصلی اعزام این سربازان آموزش استفاده از پهپادهاست. بعد احتمالاً قمار کره شمالی که از این همکاری‌ها چیزی در مقابل از روسیه خواهد گرفت. از منظر کسایی مثل وزیر دفاع کره جنوبی، کره شمالی در حال حاضر متمرکز روی توسعه 4 تا چیزه. موشک‌های قاره‌پیمای بالستیک دوربرد که حالا کره جنوبی میگه پیشرفت‌های مشخصی داشته پیونگیانگ، سلاح‌های تاکتیکال هسته‌ای، زیردریایی‌های هسته‌ای و ماهواره تجسسی. میشه به همه اینا احتمال فروش جنگنده‌های روسی رو اضافه کرد که البته یکی احتمالش بسیار کمه، چون جمهوری اسلامی که حالا مدت‌هاست در صفه هنوز جنگنده خاصی دریافت نکرده. کره شمالی مراتب فقیرتر از جمهوری اسلامیه. اما در موارد دیگه کمک‌های روسیه میتونه تأثیر بذاره، مشخصا در تسلیحات تاکتیکال هسته‌ای، نه تسلیحات غیر متعارف و بزرگ هسته‌ای، بلکه تسلیحات تاکتیکال هسته‌ای که میتونه علیه جای مثل کره جنوبی استفاده بشه، و همینطور موشک‌های قاره‌پیما و ماهواره‌های تجسسی. در پایان این رو هم باید اضافه کنم که اقبال عمومی به دولت کره جنوبی شدیداً پایینه. آمار مقبولیت یون ساگیال رئیس جمهوری 19% و همه این رخدادها و خبرهای مربوط به اون در کره جنوبی مصرف داخلی هم داره. ممنون از تو، توماج تاهباز همکارمون از سئول.